با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشین. امیدوارم که هر جا هستین به سلامتیتون اهمیت خاصی بدین و اینو یادتون باشه که اگه سلامتی را یه جورایی بهش اهمیت ندیم و دست کم بگیریم، متاسفانه مشکلات سلامتی به جای میرسن که همه ماها را واقعا از پا میندازه. فرق نمیکنه پولدار باشیم، بی پول باشیم، کارمند باشیم، کار نداشته باشیم، در هر شرایطی سلامتی رو باید در اولویت اول بگذاریم که بتونیم کارهای دیگر رو به خوبی انجام بدیم. خب همونجوری که یه دو سه برنامه با دکتر توکل در یکی دو هفته اخیر داشتیم در رابطه با بیماری‌های قلبی، فشار خون و دیابت یا مرض بیماری قند خون، و در اونجا فرصتی نشد که یک سری تمرین‌های خوب عالی را برای مدیریت این دو سه تا بیماری که در واقع همشون به هم ربط دارن نشون بدیم. امروز با توجه به حرفایی که در این دو سه برنامه شد و بینندگانی که این برنامه رو ندیدن، حتما توصیه میکنم برین در همین چند هفته اخیر بود این سه چهار برنامه رو ببینید که اطلاعات خیلی خوبی در رابطه با مدیریت فشار خون، مدیریت بیماری قند و همچنین مدیریت بیماری ها و ناراحتی های قلب و دستگاه عروق ارائه دادن و این اطلاعات رو داشته باشین که بر مبنای اونها بتونیم با ورزش و تندرستی زندگیمون و بیماریمون رو مدیریت بکنیم. همجوری که در اون برنامه ها بارها دکتر توکل بر مبنای شواهد علمی روز دنیا بهتون توصیه کردن، بهترین روش مدیریت و درمان این بیماری ها و همچنین پیشگیری این چند نوع بیماری که واقعا هم از مشکلات بزرگ سلامتی هستند، ورزشه. تمام شواهد علمی دنیا توصیه میکنن که برای مدیریت این دو سه تا بیماری دستگاه گردش خون و قلب و عروق و همچنین کلسترول و فشار خون و مرض قند، بایستی ورزش و زندگی سالم را در اولویت بگذاریم. در کنار اونها دارو و غیره در اولویت های بعدی هستند. به همین لحاظ برای اینکه امروز یک سری تمرین های و نحوه مدیریت این ورزش ها را در خونه خودتون بتونیم به سلامتی و به درستی انجام بدین، یک سری توضیحاتی در این مورد میدم خدمتتون و یک سری تمرین هایی رو هم براتون نشون میدم که بیشتر تمرین های هوازی هستن یا ایروبیک. ببینید کلن ما همجور که در برنامه های مختلف گفتم، تمرین ها برای سلامتی بدن به دو نوع مهم تقسیم بندی میشن. یکیش ایروبیک اکتیویتی یا تمرین های هوازی که بر این مدل هستن که بدن اکسیژن رو دریافت میکنه از طریق ششها، میره به داخل بدن، اکسیژن تصفیه میشه، میره به داخل خون و از اونجا به سلول ها میرسه، و وقتی که تمرین یا حرکت هایی بیشتر از 3 تا 5 دقیقه طول بکشه، بدن از این متد هوازی یا ایروبیک استفاده میکنه، به این منوال که اکسیژنی رو که وارد خون شده از طریق شش و نفس کشیدن استفاده میکنه و از اون ورم استفاده میکنه و اینا رو میسوزونه و انرژی تولید میکنه برای راه رفتن و فعالیت های ایروبیک. فعالیت هایی که همجور اشاره کردم بیشتر از چند دقیقه طول بکشه، سیستم هوازی بدن کار میکنه. از یک طرف دیگه شواهد علمی نشون داده که وقتی که شما برای یه مدت و فقط چند هفته بیشتر شروع کنید این فعالیت هوازی رو انجام بدین، دیگه سیستم انرژی تولید کردن بدن به این سو جهت داده میشه و حتی روزایی هم که شما اون فعالیت رو انجام ندادین، نشون داده شده که بدن همونوز اون چربی رو میسوزونه و سیستم هوازی استفاده میشه که در ادامه بهش برمیگردیم. متد دیگه تمرین هم که آن ایروبیک هست یا تمرین هایی که با وزنه و غیره انجام میدیم که اونم خودش شامل سه نوع هست که در برنامه های مختلف به خاطر آسیب های مختلف به اونها اشاره کردم که امروز بحث ما نیست، که خود شامل سه نوع تمرین های مختلف میشه بنابر احتیاجات و یا اهداف یک شخص میتونه تمرین های مختلف آن ایروبیک رو انجام بده. یکی مایچه بزرگ میخواد، یکی کیفیت مایچه بهتر میخواد، یکی برای آسیب ها استفاده میشه. به هر حال اون بخش دیگه یه که در برنامه های بعدی بهش میپردازیم. خب فرض کنیم بنا به اون اطلاعاتی که در اون 3-4 برنامه بهتون دادیم، یه نفر بیماری قند داره یا بیماری قلب داره یا
ناراحتی فشار خون و کلسترول بالا، اینو میخوایم با ورزش و تمرین در خونه خودمون مدیریت بکنیم. همجوری که در اونجا هم توصیه شد، بهتره که اگه شما امکان اینو دارین که پیش یک همکار فیزیوتراپیست برید که چه بهتر. اگه دسترسی نداشتین حتی پیش یک همکار پرسونال ترینر یا مربی ورزشی برین حداقل، که البته تحصیل کردهش باشه، و یا از دکترتون این اطلاعات مربوطه رو بگیرید تا بتونید به درستی این تمرین رو انجام بدین. چرا که وقتی میخوایم با ورزش بیماری های قلب و عروق رو مدیریت بکنیم، اون اندازه درست این تمرینه که میتونه تأثیر داشته باشه. اولا این تمرین ها رو در بهترین حالتش اینه که هر روز از نیم ساعت تا یک ساعت حداقل زمانش باشه، چرا که اون مقدار زمان مهمه که قلب و دستگاه تنفس و سایر ارگانهای بدن به طور مداوم کار بکنن تا بتونه تأثیر خیلی خوبی روی فشار خون شما داشته باشه یا خود بیماری قلبی. که به همین لحاظ شما بایستی یکی به تعداد دفعات در هفته توجه داشته باشین که هر روز انجام بدین، و از یک طرف دیگه به اندازه زمانی اون در هر جلسه. خب این تمرین های حوازی چندین نوع هستن که بنابر شرایط خودتون میتونید و علاقه خودتون میتونید یکی از اونا را انتخاب بکنید، که معمولا شامل پیاده روی که یکی از بهترین های اون هاست، و بعد ارزم به حضورتون دوچرخه، روینگ که حالت یه نوع پارو زدنه، و تردمیل اگه در خونه داشتی میتونه استفاده بکنید، یا اگه باشگاه ها میرید، و دو خیلی راحت و آسون برای کسانی که، البته اینا رو هم توجه داشته باشین که بنا به ناراحتی های قلبی یکی اپریشن داشته، یکی جراحی کرده، یکی سکته قلبی داشته، یکی دریچه میترالش مشکل پیدا کرده، یکی ارزم بزرگتون فشار خون داره، هر کدوم از اینا باز یک پروگرام جداگونه ای بایستی داشته باشین. برای همون رفتن پیش همکار فیزیوتراپیست خیلی حائز اهمیته، ولی به طور کلی اگه بخوام یک برنامه ساده و مؤثر و مفیدی برای اکثریت عموم ارائه بدیم، به این قرار خواهد بود که شما فرض کنید جراحی قلب کردین، تو یه هفته ای که چند روزی که تو بیمارستان هستین، همکار فیزیوتراپیست در بخش آی سی او و غیره و بعد از ارجاع دادن به بخش‌های دیگه میان بالا سرتون و تمرین‌های لازم رو در اونجا بهتون میدن، ولی اینا را اینجوری تصور میکنیم که شما از بیمارستان مرخص شدین یا کسی جراحی نکرده و مشکلات قلبی عروقی داره و یا کسی فشار خون یکم بالا داره، که همه اینها را میشه با این پروگرامی که الان خدمتتون ارائه میدم به طور خوبی مدیریت کرد. پس همونجور که اشاره کردم، بنا به موقعیت خودتون و شرایط زندگی که دارین و امکاناتی که دارین، یکی میتونه بره جیم، یکی نمیتونه، در هر شرایطی میشه یک سری تمرین خیلی ساده را انجام داد. و برای این کارم بهترین کار اینه که اول بدنتون یکم گرم بکنید قبل از پیاده روی یا قبل از تمرین های دیگه، همونجور که در برنامه های دیگه نشون دادم. برای این کار از همکارمون کمک میگیریم و دستاتون رو میگیریم به کمر، خیلی راحت بچرخونید یکم بزرگتر بزرگتر که بدن یکم گرم بشه که بتونیم راحت پیاده روی بکنیم و هیچ مشکلی پیش نیاد. بعد برعکس بچرخونید لطفاً یکم بزرگتر، عالی. این باعث میشه که تمام ناحیه ستون فقرات آماده بشه برای راه رفتن راحت. خیلی خب، بعد چپ و راست میرید یکم خم بشید، عالی. و هر کدوم از اینا 30 دفعه هم تکرار میکنید حدودن که خیلی عالیان. یکم شونه ها را بچرخونید، حالا قشنگ ببرین بالای بالا بالا، آفرین. و برعکس هر کدوم از اینا را 30 دفعه 40 دفعه تکرار بکنید، خود همینا بدنتون رو آماده میکنه. بعد دستا رو میچرخونید خیلی راحت، نفس عمیق بکشید همیشه موقع این تمرین ها. اینا رو همجور عرض کردم در برنامه قبلی نشون دادم، ولی دوباره برای بینندگانی که نایدن یه ریویو مختصری میکنیم. و برعکس، عالی.
بعد میریم زانو را میچرخونیم، دستا رو به زانو تکیه بدین، بچرخونید. این تمام باعث میشه حتی برای ده ها بیماری دیگه این تمرین های ساده اهمیت خاصی دارن و میتونن پیشگیری بکنن و برعکس. و یکم به جلو خم راست میکنی خیلی راحت. بینندگان به سادگی این تمرین ها نگاه نکنید، بدن ما نیاز به حرکت داره و همجوری که پیام های خیلی زیادی میاد اثرات اینا را شما خواهید در طی چند هفته. خب این چند تا تمرین کافیه، ممنون. با حالا بفرمایید رابرین. همین چند تا تمرین ساده باعث میشه که تمام بدن شما آماده بشه. حتی در برنامه های دیگه نشون دادم که اگه شما قرنطینه اینو بیرون هم نمیتونین برین، تو همین 4 متر میتونید این حرکت رو انجام بدین. بعد اولش نرم را برید یه 2-3 دقیقه با همون حداقل سرعتی که دارید و بعد 2-3 دقیقه دیگه شروع میکنید دستاتون هم تکون میدین خیلی بزرگ، بیشتر بیشتر و کم کم سرعتتون رو بیشتر میکنید. ببینید وقتی که دستا رو هم بیشتر حرکت بدیم باعث میشه که بدن انرژی زیادی لازم داره و دستگاه گردش خون خوب کار کنه. بینندگان این نکته رو توجه داشته باشین که قلب یک ماهیچه خیلی بزرگیه و وقتی که ما فعالیت‌های بدن رو بیشتر میکنیم باعث میشه که تندتر مثل همین مشت کار بکنه. وقتی که تندتر کار میکنه در واقع تمرین میدیم به قلب، در واقع قلب ورزش میکنه. پس از اون ور شش ما بایستی تندتر کار بکنه که اکسیژن بیشتری برسونه به قلب. پس در واقع با دلیلی که میگن تمرین های حوازی، مفهوم اصلیش از اینجا میاد که وقتی شما فعالیت هایی را هرچند به طور ساده به طور مداوم تکرار بکنید، مثل همین پیاده روی که الان میبینید، باعث میشه که سیستم قلب تندتر بزنه، بعد گردش خون فعال بشه که باعث میشه تأثیرات بسزایی روی کیفیت عروق شما، کیفیت قلب شما و همچنین سیستم تنفسی شما داشته باشه. خب اینو میتونین 4-5 دقیقه انجام بدین و در محیط بیرون دیگه سرعت رو خیلی کم بیشتر میکنید که دیگه ماکسیموم استفاده را بکنید. خب اگه در خونتون تردمیل دارین یا میرین باشگاه، دیگه تردمیل خیلی بهتر از محیط بیرون هم بعضی وقتا میتونه باشه، مخصوصا به خاطر نرمی کفش و عدم وجود بالا پایینی، چون تو پیاده راه و بیرون این مشکلات هم داریم. تردمیل یک وسیله واقعا خوبی برای پیاده رویه. بعد باز اون گرم کردن اینا رو که انجام دادین، دیگه میایین رو تردمیل یه 3-4 دقیقه با سرعت خیلی کم میرین باز. بعد میرین سرعت 5 یا 5.5 یا 6 که همون راه رفتن تند معمولی میشه، حدود 6 کیلومتر در ساعت، 5 کیلومتر در ساعت. و اثرات خیلی خوبی داره این پیاده روی اینجوری. همونجوری که گفتم شما در طی نیم ساعت تا 40 دقیقه مرتب قلبتون باید تند بزنه که در واقع تمرینش میدین. بله یکم سعی کنید نفس عمیق بکشید. مرتب موقع تمرین و ورزش سعی کنید به طور عمیقی نفس بکشید، خیلی مؤثره. خب در اینه که این تمرین ها رو انجام میدین میتونید این حرکت دستاتون یکم بیشتر بکنید، آفرین، که باز انرژی بیشتری بدن مصرف میکنه و ناچارن اکسیژن بیشتری لازمه و باعث میشه که سیستم تنفس و گردش و خون ما بیشتر کار بکنه. پس ببینید با یک سری تکنیک های خیلی ساده شما میتونید در واقع اون پرفورمانس سیستم قلب و عروقتون رو ببریم بالا. و همه اینها هم باز هیچ احتیاجی به هیچ وسیله و هیچ حتی باشگاه هم ندارید، که همجور اشاره کردم تو 4 متر محیط خونتون هم میتونید انجام بدین که خیلی بهتره البته تو محیط بیرون باشین به خاطر هوای صاف و عالی و همچنین تردمیل هم که به خاطر مزایای دیگه‌ای که داره. بعدن
میتونید دستاتون رو از بغل یکم بیاریم بالا. البته اینا برای افراد مسن یکم توصیه نمیکنم، ولی خیلی افراد 40-50 ساله هم داریم که متاسفانه فشار خون دارن یا بیماری قند دارن. پس خیلی از بیماری ها متاسفانه در سنین 30-40 به بالا شروع میشه. به همون خاطر یا کلسترول، اینا بیماری نیست که فقط مخصوص افراد مسن باشه. فشار خون، مریضی قند و کلسترول خیلی از افراد 30-40 سال به بالا هم دارن. خب اینم انجام دادیم. بعد میتونید سر بالایی بذارید که برید ماکسیموم سر بالایی، بعد سرعت رو یکم کم میکنید چون سر بالایی سخت‌تره، و یه 3-4-5 دقیقه هم با شیب سر بالایی را میرید که خیلی تأثیرات خیلی خوبی داره برای شما. و اینم باز میتونید 4-5 دقیقه انجام بدین. تمام اینا ایروبیکه یا همون سیستم هوازیه که اگه احیانا در اون اوایل تمرین ها هستید نیاز بود یک دقیقه نیم دقیقه استراحت میکنید، باز شروع میکنید. ادامه بدین لطفا. که اینتروال ترینینگ میگن. اینتروال ترینینگ یکی از اهدافش اینه برای اینایی که ضعیفن تو یک قسمتی از یا ارگانی از بدن، شما این استراحت رو به اون قلب یا به اون شش یا به اون ارگانهای دیگه میدین که فشار بیش از حد رو پیشگیری بکنیم، در واقع فشار خون خیلی نره بالا یا ده ها مشکل دیگه، و تا به جایی برسه که بدن کامل آماده بشه. به هر حال تا نیم ساعت 40 دقیقه شما میتونید به این راحتی این تمرین انجام بدید، به شرطی که اینایی که اولش شروع میکنن گفتم شما با 10 دقیقه شروع بکنید. در طی یک هفته هر دفعه که میرین، هر روزی که میرین یه 4-5 دقیقه بهش اضافه بکنید. در طی 3-4 هفته میرسیم به نیم ساعت یا 40 دقیقه. به هر حال اینم از تردمیل که میتونید هم با شیب بالا هم به طور فلت تمرین بکنید. بعد اکثر جیم ها این وسایل دارن، این کراس ترینر که خیلی دستگاه خوبیه. شروع میکنید به تمرین و بله بفرمایید. اینا هم باز درجه دارن، شما دنبال درجه سنگینش نرید، مهم اون کانتینیوسلی بودن، اون ادامه دار بودن اون تمرین ایروبیکه که پشت سر هم انجام داده بشه تا به قلب به اندازه کافی نیرو وارد بشه کار بکنه. کسی که تردمیل دوست نداره 40 دقیقه نیم ساعت اینو انجام بده. این دستگاه خیلی خوبه، کالری خیلی بالا استفاده میکنه، و از همه مهمتر چون دستا و پاها همزمان به طور دایگنال و یا متضاد هم حرکت میکنن، خیلی تأثیرات خوبی برای همه بدن داره. و اگه اینو انجام ندادین بعد انجام بخواین انجام بدین، بعد یه رو 10 دقیقه شروع میکنین خیس عرق میشین، خیلی انرژی بالایی میبره و به نفس نفس میافتین که خیلی تأثیرات خوبی داره. مون تا بازم دفعه اول بیش از حد به خودتون فشار نیارین. اینا رو میشه تنظیم کرد با یه دکمه های ساده، میتونین بالا و یه 5-6 دقیقه هم عقب میزنید که باز شما همون ایروبیک رو استفاده میکنید، ولی تأثیرات مختلفی را میتونید برای مایچه ها هم همزمان تمام مایچه ها را تمرین بدین. اینه که این دستگاه علاوه بر اینکه ایروبیکه، تأثیرات خیلی خوبی برای تمام دست ها و بازوها و پاها داره. و اینم میتونید تا بهترین حالتش اینه که اگه میرین تو باشگاه یه 10 دقیقه تردمیل، 15 دقیقه تردمیل، 5 دقیقه باشی، 5 دقیقه 10 دقیقه فلت، بعد 10 دقیقه کراس ترینر رو بزنید، باز 10 دقیقه برعکس بزنید. در کنار تردمیل و کراس ترینر میتونید پارو بزنید یه 5-6 دقیقه، حتی تا یک ساعت. من تو باشگاه همینجا خودمون مریضا رو تا اون حدی که لازمه نیم ساعت 40 دقیقه میذاریم این تمرین های ایروبیک پشت سرم انجام بده تا اون سیستم گردش خون و تنفس و قلب و عروق به اپتیمال برسه، در واقع به بهترین کیفیتش برسه. و اینم باز میتونید نیم ساعت 10 دقیقه بر مبنای ببینید به بدنتون فشار نیارید، زمان بدین یه چند روز تا یک 2-3 هفته تا بدن بیلداپ بکنه، در واقع مقاومتش بره بالا و کیفیت این سیستما بره بالا. و امروز بر فرض 10 دقیقه اینو میزنید،
پس فردا شما برید متوجه میشین که اون 10 دقیقه رو پارو زدین ولی هیچی حس نمی‌کنید هنوز. خود به خود بدنتون بیشتر لازم داره و بیشتر خواهید کرد. اینه که پس به همین راحتی شما میتونید از یک ناراحتی قلبی یا فشار خون یا اپریشن یا جراحی قلبی یا بیماری قند که از صفر در واقع شروع میکنید به این تمرین ها در طی 2-3 هفته به اون حد ایدئال برسونید و هیچ دلسر نباشین، همیشه با پر شادابی و انرژی برین به این تمرین ها ادامه بدین. مهم اون در واقع مایندست میگن به انگلیسی که اعتمادتون رو بالا نگه دارین و برای بیماری یک نوع جنگ در واقع، شما بایستی مرتب به خودتون نکات مثبت رو یادآوری کنید، چرا که بعد 2-3 جفه انجام دادن این تمرین ها اینقدر سرحال میان، انرژی مثبت تو بدنتون جمع میشه که دیگه من بگم ادامه هم ندین شما ادامه خواهید داد که منم هیچ وقت نخواهم گفت. پس اون همت و اون پشتکار لازمه تا شما به یک حد معقولی برسید. یکی از دستگاه‌های دیگه که خیلی خوبه برای فعالیت ایروبیک و حوازی برای قلب و عروق و مشکلات فشار خون دایبت و غیره، دوچرخه است. خیلی وسیله آسون، ارزون و مفید، مخصوصا برای بالا بردن سطح اکسیژن خوب خیلی خوبه، هم دوچرخه هم پارو زدن. اینو یادتون داشته باشین که خیلی طبیعی شروع میکنید بدون فشار زیاد. اکثر این دوچرخه هم باز میتونید تنظیمش بکنی که شما فشار زیادی نمیخواد در اون اوایل بیارین، رو مقاومت خیلی پایین بذارید یا در بیرون حتی اگه میرید دوچرخ سوانی، کسانی که میتونن خیلی ورزش خوبیه که متاسفانه در کشور ما دوچرخ سواری خیلی کمه، در کشور اروپایی شاید 99% مردم هر کدوم یکی دو تا دوچرخه تو خونه دارن و نصف وقت مردم با دوچرخه میرن سر کار میان یا تو این پارک ها و جاهای مخصوصی هست مرتب دوچرخه سواری میکنن که اثرات خیلی خوبی برای بالا بردن توانایی قلب و عروق و پایین آوردن قند و فشار خون و غیره داره که اونم میتونید از 10 دقیقه تا 1 ساعت دوچرخه سواری بکنید. پس ببینید، یا پیاده روی معمولی اگه هیچ دستگاهی وسیله امکاناتی نداشتین تا 30-40 دقیقه، بعد جیم میرید، میتونید تردمیل یا کراس ترینر یا پارو زدن و یا دوچرخه. و یک حالت دیگه هم که داره، هر کدوم از اینا رو 10 دقیقه بزنید استفاده بکنید که اثرات خیلی خوبی داره. به هر حال در کنار اینا میتونید از کونوردی لذت خیلی خوبی برای منتها برای بیماری قلبی باید فشار نیاره، شیب بالا نباشه در اوایل، شنا کردن خیلی خوبه و ده ها فعالیت دیگه که اگه جوان هستین میتونید فعالیت مختلفی مثل فوتبال و بسکتبال و اینجور والیبال و اینجور ورزش هم خیلی مؤثرن برای فعالیت های حوازی. به هر حال خیلی ممنون که این برنامه رو هم توجه کردین، امیدوارم که به این نوع ورزش های حوازی اهمیت خاصی بدیم. همه ما چه هر ورزش و تمرین دیگه می کنیم یا نمی کنیم به این تمرین حوازی نیاز داریم که سیستم قلب و عروق و دستگاه های داخلی ما در یک در واقع حد عالی بتونن کار بکنن و ما را دچار بیماری نکنه. در اینجا به پایان برنامه میرسیم، تا برنامه بعد و هفته بعد شما را به خدا میسپارم و برایتون آرزوی ایامی خوش در این اوایل بهار امسال رو دارم و از همین امروز شروع بکنید به این فعالیت ها. هوا هم خوب شده دیگه، بهانه‌ای نداریم. تا برنامه بعد و هفته بعد، خدا نگهدار.